دانشکده رو تموم کردیم و من باز اون ادامه کلاسم رو ادامه میدادم. نسبت به این که کارم رو چجوری پیش ببرم به لحاظ هنری خراب نشه، کپی و اینا پول در آوردن از راهی کشیدن که بفروشم، اینا هم دوست نداشتم. خیلی فضای سیاسی بود. دوستایی که داشتیم همه، یعنی اکثرا دو بچه های دانشکده، محیط اتفاقایی که می افتاد سیاسی بود. خیلی دوست داشتم ببینم که خب من کار هنریمو چجوری جلو برم که لطمه نبینه، درزم خب آگاه باشم نسبت به مسائل اجتماعی سیاسی. به رئالیسم علاقه داشتم، چجوری تطبیق بدم این هنرمو، هم رئالیسم رئالیتش خوب باشه، موضوعهای اجتماعی باشه، همین که کارمو چجوری وصلش کنم به دوره معاصر، چجوری وصلش کنم به مدر. 54 بود اینا، درس میدادم بیشتر و منظره بیشتر میرفتیم کار میکردیم، زیاد، خیلی زیاد. یه سال رفتم فرانسه تقریبا. اون سالای بعد که رفتم دیدم سالای انقلاب 56 اواخرش من رفتم، با نقاشای چیز آشنا شدن مکسیک. سابقه اونا رو هم میخونیم، میبینی که همشون مدرن و فرانسه کار کردن، حتی ریورا کوبیزم رو کار کرده تقریبا، سیکیروس همینطور. علاقه به اونا پیدا کردم، نقاشای مدرن روس هم همینطور، یا امریکایی. من یادمه تبریز که بودم یک کتابخونه‌ای بود به نام جان اف کندی، همه شهرها بود مثل که ما میرفتیم میشستیم اونجا کتابا رو نگاه میکردیم. مثلا بنشان رو اونجا خیلی کاراش رو دوست داشتم، هم موضوعهای مضامین اجتماعی داره، سیاسی اجتماعی، هم جهش اونچنانی که کانالهای مختلف بره نداشته، خیلی جالبه کارش. اونم از اونها تاثیر گرفته بود، از مکسیکی تاثیر گرفته بود، هنوزم که هنوزه کارش علاقه داره. ولی اون سال خیلی پرتنشی بود، انگار که انقلاب اونجا بود تا اینجا، چون همه اخبار اونجا میومد. اون سیته دانشجویی بود، همه جمع میشدن اونجا. تازه من اونجا دیدم چقدر گروه وجود داره تو ایران، حزب توده بود و الیمنتریکا بودن و مجاهدون بودن و خیلی زیاد بود. اصلا اینقدر اسما زیاد بود، هر اخباری بود اونجا میومد. مگه میشد بنیسد یه جا میتونی میذاشت؟ اصلا انگار که انقلاب اونجا بود. این علمت رو، این اخلاقت رو، این فرهنگت رو اونای دیگه بیان مطالعه بکنن، میشن یه عده قلیلی. عده قلیل هم کوبیده شده. فرق مذهب با جادوگری همینجا. نتونستم خوب از نظر آموزشی اونجا چیزی بگیرم، دانشکده‌ش هم نرفتم. کلاس های طراحیش میرفتم، گهگاهی میشستم اینا. محیطش هم نساخت به من، یعنی دوست نداشتم که بمونم اونجا. دقیقا یه سال بود آقای که اومد، ما همه برمیگشتن دیگه، همه دیگه چوب خوش تکون میخورد. والا کسی که 6 سال اونجا بود و تموم میشد اومده بود ایران. ایران برگشتیم دیگه سال 58 59 رفتم دانشگاه تهران. ما رفتیم تدریس دو سال 58 59، اون دورم که دیگه اصلا نمیشد دیگه
شرایط بازم ادامه داشت دیگه، این میتینگا و هفته به هفته عوض شدن و شرایط و اینا. بعد هم انقلاب فرهنگی رو؟ انقلاب فرهنگی هم که کاسه‌گوزه همه رو ریخت به هم دیگه. بعدش یه گسستی بود که هیچ جا باز نبود، نه نمایشگاه نه فلان. یه دوره وقفه‌ای بود، من دوباره رفتم اون نقاشی رو چرم و اینا رو. کاربار نبود که، مثلا ساعت 25 تومن مثلا کار میکردیم اینجا، تکثیر کار. پریسان دستی جمع میکرد، میفروخت. بچه هم اکثرا دانشجو بودن، همه بیکار بودن. در واقع از سالهایی که دانشکده ها بسته شد، کلاس هم بود و خودم. شروع کردم کار کردن، خیلی وقفه افتاده بود به لازه کار جدی تر. چون من بیشتر طراحی میکردم، بیرون هفته یه برم منظره، یه پنج شش نفر از بچه ها میمدم میرفتیم. در واقع بیشتر نقاش جمعه بودیم، ولی خب روزمره کارمون همین بود، فیگور کشیدن و اینا. شروع کردم مطالعه کوبیسم و به عنوان مدرن. قبلش چرا؟ الخاص یه سری برنامه داده بود که آقای پاکباز هم یادمه که اون سالا بچه ها جمع می شدن، کار می کردن، کاراشون می زاشتن، خودشون نقد می کردن. اولین نمایشگاهی بود که بعد از اون گسست کلن دانشکده بسته بود دنیا، یه نمایشگاه در مورد با مضامین شاهنامه برای سالگرد فردوسی یه گالری افرنگ گذاشتیم. اکثر بچه ها جالب بود، کسی به کسی نگفته بود چیا رو برین مطالعه کنین، چه شعرهایی رو. همه شون راجع به مرگ و زندگیه، به خاطر همون شرایط دوره بود. در دانشگاه تهران دیگه ما رو نخواستن، چون عده جدید کسایی که اومده بودن اصلا دیگه از ما خوششون نمیمد، چون ما جزء مردودیم بودیم. من تبریز یه 10 سالی رفتم اومدم، حق و تدریسی دانشگاه آزاد میرفتم، جایی که خب به نظرم یونیک بود، به نظرم خب سابقه گذشته رو به یاد می آورد، مثلا توی زندگی قدیمیمون، زندگی گذشته. خب یه کوهی به نام عین علی، قرمز اون کوه. علاقه داشتم جایی رو برم انتخاب بکنم که هم به گذشته هم مربوطه، به بچگی مربوطه. من یه دونه پارچه پیدا کردم زمین، پارچه رنگ رو رفته قرمز، یاد لباسای دهاتی افتاده. اون کوه هم شد هارمونی کار من. با پیشنهاد یکی از آشناها که از دوستای امدادیان اینا بود، پیشنهاد بیا دانشکده صدا و سیما خوبه، اونجا درس بخونم. بابا دانشکده صدا و سیما همش ما رو با تیر میزنن، با چشاشون تیر داشته باشن ما رو میزنن. گفتن نه بابا خوبه، بیا همشون خوبن. رفتیم دیدیم واقعا آره، محیط آموزششون آدمای جالبی بودن و خوب بود، خیلی خوب روش کردیم اونجا. دانشجوها منتها دانشجوهایی بودن که خیلی انتخاب شده بودن میومدن. چه سالی رفتیم اونجا؟ سال 59 60. 72 اگه من استخدام من صورت گرفت، درخواست استخدامم شد تقریبا 10 سال قبلش. 60. آره. چند سال بودین اونجا؟ تا 5 سال پیش مثلا. 82 کارمند شدیم. آره، بعد از یه دوره‌ای که قرار دادی نیمه وقت بودیم، دوست نداشتم بمونم، ولی گفتم خب 12 سال میرم، چرا حذف بشه از زندگی. تشویق کردن که بمونینا، استخدام شد. موسیقی
بود.